آجنده امروز جلسه عمومی شماره 28 بر 519 اجلاس دوم سال پنجم دوره 16 تقنینیه تاریخ 4 شنبه 4 قوس 1394 معرفی بودجه ملی سال مالی 1395 توسط اکلیل حکیمی وزیر مالیه میمانو را دعوت کنین میمانو را ملمانو تا دعوت ورکړی درنو او قدرمنو ملمنو د ملت کور ته ښه راغلاست. محترم محمد اکلیل حکیمی وزیر امور مالی افغانستان خوشمندیم. بودجه 1395 کشور را به معرفی بگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد و نسلی علی رسول الکریم. دی ولسی جرگه دی ننی ورز جلالت ماب رئیس، محترم و مرستیال صاحبانو، د اداري هیئت محترم و غړو او د ملت قدرمنو استازو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د افتخار ځای ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي شورا ولسی جرګې ته د راتلونکي ملي کال ملي بودیجه سند د مشرانو جرګې د مشورتي نظر نه وروسته استاسو درنه حضور ته وړاندې کوم. درنو وکیل صاحبانو، د افغانستان حکومت په تیرو دوه کلونو کې څو خورا لوی بهرنۍ تجربو لرلې چې یو د هغو څخه د سیاسي او نظامی انتقال و چې الحمدلله د الله جل شانه په مرسته د ډیرو مشکلاتو سره د افغانستان پر افتخار ولس له دغو امتحانونو نه د پیشبینیو پر خلاف بریالی راووت. نړیوالو تجربو خودلې ده چې انتقال د پروسې د ختمېدو سره بهرنۍ مرسته هم کمیږي، چې یا ټول عوامل د نورو عواملو سره د افغانستان دولت او ملت د ډېر مشکل او بحراني حالت سره مخ کړی ده، چې د هغوی نښې د دولت په چارو او د هر افغان په ژوند کې په ښکاره ډول لیدل کیږي. د دغه حالت سره د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د مالیه وزارت وتوانېدی چې د یو ښه تدابیر پلان په عملي کولو سره د مالی وضعیت د ښهوالي او د متداومې اقتصادي او ټولنیزې پراختیا ښهوالي لپاره بنیادي ګامونه پورته کړي. د دغو اقداماتو په عملي کولو سره په منځمهال کې موږ امیدوار یو چې ټولنه په ټولو برخو کې درېدونکې پراختیا تجربه وکړي. وکلای محترم، اقتصاد افغانستان در طی چند سال گذشته به دلیل خروج نیروهای بین المللی، طولانی شدن انتخابات سال 1393 و وخامت وضعیت امنیتی کشور بیشتر متاثر گردیده. رشد اقتصاد افغانستان در سال 92 و 93 هجری شمسی به شکل بتی 3.7% و 1.3% بوده است، در حالی که این رشد در سالهای 1389 تا 1391 به صورت اوسط 9.6% بوده است. اما توقع می رود که با بهتر شدن وضعیت امنیتی و اقدامات مؤثر حکومت در طرح و تطبیق پلانهای انکشافی، رشد اقتصادی افغانستان در سال 94 به 2.6% و در سال 95 به 4.4% برسد. با در نظر داشت اینکه بودجه باید با وسیله تطبیق پالیسی های یک کشور برای بهتر شدن زندگی اتباع باشد، با اتکا به این اصل توجه بر این بوده تا بودجه ملی سال 1395 را طرح نماییم که تخصیص منابع در تحقق اهداف بزرگ ملی که رفای امگانی را برمغان آورده به کار گرفته شود.
برای تغییر حالت کنونی و توسعه پایدار، حکومت افغانستان راهکارهای تحقق خودکفایی و تعهد بر اصلاحات و مشارکت بر انکشاف را ترتیب و به کنفرانس لندن در جدی سال گذشته و کنفرانس مقامات عالی رتبه در سنبله سال روان پیشکش نمود که مورد حمایت و تأیید تمویل کنندگان قرار گرفت. شاخصهای عمده راهکار خودکفایی در برگرینده بهبود امنیت و ثبات سیاسی، مبارزه با فساد، حکومتداری خوب، حاکمیت قانون و حقوق بشر، اعاده ثبات مالی، شفافیت در امور مالی و بانکداری، تجارتی و پلانگذاری مؤثر می باشد. بر علاوه موارد فوق ذکر، حکومت برنامه های انکشافی متعدد دیگری را من حیث پلان کاری در دهه تحول روی دست گرفته است. در سطح همکاری های منطقوی، تلاش برای آغاز کار پروژه تاپی، موافقتنامه رای لاجورد، تشکیل موافقتنامه رای ابریشم، تلاش برای انکشاف همکاری های ترانسپورتی و خط آهن میان ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان و چین و طرح لین برق ترکمنستان از طریق هرات و قندهار و پاکستان و جدیداً راه ترانزیتی و تجارتی دهلیز برامچه و گوادر مورد بحث قرار گرفته و در مورد آنها کارهای عملی شروع شده است. در سطح ملی، در قسمت ارزیابی تمام پروژه‌های ملی دارای اولویت و طرح استراتژی انکشاف ملی برای 5 سال آینده، استراتژی انکشاف زیربنا، انکشاف و تطبیق پالیسی مشارکت عامه، تطبیق بودجه سازی ولایتی و پالیسی حفظ و مراقبت دارایی‌های عامه ترتیب و نهایی‌سازی راهکار مدیریت مالی عامه و آغاز اصلاحات گسترده در بخش‌های اداره عامه و مصارف عامه کار صورت گرفته است. همچنان حکومت افغانستان آمادگی‌های لازم را برای اشتراک در 2 کنفرانس که برای سکتورهای امنیتی در سال آینده در وارسا و 1 کنفرانس به سطح وزرای امور خارجه در سال آینده تدبیر خواهد گردید که افغانستان در این کنفرانس ها با داشتن استراتژی مشخص اشتراک خواهد نمود. مطمئن هستم که در این راستا قناعت جامعه بین المللی را به دست آورده آنها را متقاعد سازیم که مجدداً تعهدات کوتاه مدت و میان مدت خیش را در فراماوری منابع مالی برای اولویت‌های ملی و افزایش فیصدی وجوه مالی از طریق سیستم مالی حکومت افغانستان اعلام نمایند. درنو وکیل صاحبانو، دو وزیر صاحب خبرو تغوغونه سید افغانستان بودیجه ده پاغه باندې هغه معرفي کوي د ټول نخوایش کیږي خوين دورون نه چغوغونه سي سره مهرباني. سال مالی 1394 با مقایسه 2 سال قبل یک سال بحرانی بوده، ولی با وجود آن با سعی و تلاش متداوم توانستیم تا وضعیت جمع‌آوری عواید و تادیات مصارف را به شکل مؤثر مدیریت نماییم. در 10 ماه سال مالی 1394 میزان تحقق عواید به 92% و پلان عواید 10 ماهه رسیده است، در حالی که در سال گذشته در همین مدت نرخ تحقق پلان عواید به 75% رسیده بود که بهبود 17% را به تناسب سال گذشته نشان می‌دهد. عواید برای سال مالی 1395 با در نظر داشت پیش‌بینی‌های وضعیت کلی کشور بالغ به 127 میلیارد افغانی که در حدود 9.3% تولیدات ناخالص داخلی ما را تشکیل می‌دهد در نظر گرفته شده است. البته این رقم بدون تطبیق پلان چشمه‌های جدید عایداتی ناممکن خواهد بود. بنابراین در زمینه حمایت همه‌جانبه شما نمایندگان ملت امر حتمی می باشد. کمک‌هایی که کشورها و مؤسسات تمویل کننده برای بودجه سال مالی 1395 در نظر گرفتند، از مجموع بودجه ملی
که 461.8 میلیارد افغانی یعنی معادل 7.3 میلیارد دلار امریکایی پیش بینی گردیده، سهم منابع خارجی در تمویل آن به 68% که بالغ به 314.2 میلیارد افغانی یعنی معادل 4.9 میلیارد دلار خواهد بود که این رقم 23% تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل خواهد داد. از این جمله حدود 3.8 میلیارد یعنی 61 میلیون دلار آن را قرضه تشکیل می‌دهد که این قرضه بدون تکتانه از سالهای قبل شامل بودجه می باشد که از طرف بانک انکشاف اسلامی، صندوق انکشاف سعودی، بانک انکشاف آسیایی و ایتالیا برای تمویل چند پروژه زیربنایی تعهد گردیده است. از مجموع منابع خارجی مبلغ 155.7 میلیارد جهت تمویل بودجه عادی اختصاص یافته است که بیشترین قسمت آن در بخش مصارف امنیتی تعهد گردیده است. مبلغ 158.5 میلیارد افغانی به منظور تمویل بودجه انکشافی اختصاص یافته است که در حدود 89% بودجه انکشافی را تمویل می نماید. از مجموع منابع مالی در بخش بودجه انکشافی مبلغ 22.1 میلیارد افغانی از طریق کمک اختیاری و مبلغ 132.5 میلیارد افغانی که معادل 2.1 میلیارد دلار را تشکیل می دهد از طریق کمک های غیر اختیاری تمویل خواهد شد. نماینده های محترم ملت، بودجه ملی سال 1395 با در نظر داشت محدودیت های مالی فعلی ترتیب گردیده است که از یک طرف مصارف عادی معقول دولت تمویل گردد و از سوی دیگر کار پروژه های انکشافی بزرگ و مهم زیربنایی که تحت تطبیق می باشد ادامه پیدا نموده و پروژه های کوچک نیمکاره تمویل گردد. همچنان در ترتیب بودجه مالی 1395 موارد زائل در نظر گرفته شده است. اول، تشکیل به شمول ازدیاد و ساختار ادارات دولتی، تعادل میان مصارف و عواید، تخصیص منابع اختیاری جدید به بودجه انکشافی در مقایسه با بودجه عادی، تخصیص به اساس مؤثریت پول و اولویت‌ها برای پروژه‌های ملی با تأثیرات بزرگ اقتصادی، پایداری مصارف در میان مدت و دراز مدت به خصوص مصارف حفظ مراقبت، مصارف سال جاری و توانمندی تطبیق پروژه‌های انکشافی توسط واحدهای بودجه‌ای، تعهدات دونرها در بودجه اختیاری، امکانات وجوه اختیاری به شمول عواید داخلی، پروژه‌های بزرگ ملی و تکمیل پروژه‌های دلهار جریان، تمرکز بیشتر برای مثمریت و مؤثریت پول. با در نظر داشت موارد فوق، طرح پیشنهادی بودجه ملی برای سال مالی سال 1395 مبلغ 461.8 میلیارد افغانی که به تناسب بودجه شروع سال 1394 حدود 25.7 میلیارد افغانی یعنی 6% افزایش را نشان می‌دهد. پیشبینی گردیده که مجموع بودجه 1395 حدود 34% تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که در مقایسه با سال گذشته 2% افزایش در آن در نظر گرفته شده است. در مجموع بودجه ملی مبلغ 283.3 میلیارد افغانی یعنی 61% آن را بودجه عادی و مبلغ 178.5 میلیارد افغانی یعنی 39% بودجه انکشافی در آن در نظر گرفته شده است. بودجه انکشافی سال مالی 1395 به تناسب بودجه انکشافی آغاز سال مالی یعنی 1394 در حدود 14.5% افزایش نموده است. اما بودجه عادی به اندازه 163 میلیون افغانی کمتر از 1% به تناسب بودجه عادی شروع سال 1395 کاهش نموده است. از مجموع بودجه ملی که مبلغ 283.3 میلیارد آن بودجه عادی
و مبلغ 178.5 میلیارد آن را بودجه انکشافی تشکیل می‌دهد. تغییرات عمده‌ای که در بودجه عادی سال 95 در نظر گرفته شده است، افزایش 1.4 میلیارد افغانی در بودجه سکتور معارف، افزایش 1.4 میلیارد افغانی در وجوه حقوق متقاعدین ملکی و نظامی و حقوق شهدا و معلولین در مقایسه سال 1394. در بودجه سال 95 به تعداد 700 تن ملایمامان مساجد شامل تشکیل وزارت ارشاد، حج و اوقاف گردیده که از این طریق برایشان معاش پرداخت می‌گردد. افزایشی که در کودهای متفرقه و احتیاط در نظر گرفته شده، مبلغ 3.3 میلیارد افغانی پول جبران کاهشی که قبلا در بودجه موجود بود، 2 میلیارد افغانی پول حفظ و مراقبت دارایی ها، مبلغ 1 میلیارد افغانی پول محافظت و تامین امنیت پروژه های انکشافی استراتژی، مبلغ 890 میلیون افغانی برای برنامه رتب و معاش، مبلغ 800 میلیون افغانی پول حالت اضطرار و حوادث غیر مترقبه و حدود 500 میلیون افغانی فیس انتقال معاشات. تغییرات عمده ای که در بودجه انکشافی در نظر گرفته شده است، در سال 1395 در حدود 16 میلیارد افغانی برای پروژه انکشافی که سبب بهبود حفظ محیط زیست می‌گردد اختصاص در نظر گرفته شده است. بودجه سکتور زراعت و انکشاف دهات بالغ به 3.4 میلیارد افغانی که حدود 17% را تشکیل می‌دهد، که از این جمله 18.9 میلیارد افغانی در بخش احیا و انکشاف دهات و مبلغ 8.9 میلیارد افغانی در بخش زراعت در نظر گرفته شده است. سکتور صحت نیز بیشترین قسمت بودجه را، یعنی 13% بودجه انکشافی را به آن اختصاص داده شده است و سکتور معارف 12.4% بودجه را به خود اختصاص داده است. همچنان بیشترین منابع جدید اختیاری، یعنی 40% در سکتور زیربنا و منابع طبیعی و 15% در سکتور زراعت و انکشاف دهات و 14% در سکتور معارف در نظر گرفته شده است. همچنان در سکتورهای صحت و اداره اقتصادی نیز به ترتیب 10% و 8% بودجه جدید اختیاری به آنها اختصاص یافتند. پلانهای عمده که حکومت در سال 1395 به آن توجه خواهد نمود: اول، اتخاذ تدابیر لازم در تمام عرصه‌ها برای آمادگی جهت اشتراک به دو کنفرانس بین المللی که سال آینده در دو پایتخت اروپایی، یعنی در وارسا و در بخش ملکی در بلژیم در نظر گرفته شده، آمادگی های لازم در او قسمت. ترتیب استراتژی انکشاف ملی دوم افغانستان در مشورت و هماهنگی با تمام جوانب زی داخل جهت جلب حمایت تمویل کنندگان به منظور فراهم آوری منابع مالی و غرض تطبیق آن. اعمار تعمیرهای اداری برای ارگانهای محل در ولایات، برای اعمار ترمیمات اساسی و محل ادای نماز برای نمازگزاران، اعمار و تجهیز، حفظ و مراقبت و ارتقای ظرفیت میادین هوایی در ولایت‌های مختلف، پروژه فابریکه برق آبی گرشک و شبکه توزیعی آن، تمدید لاین انتقال 220 کیلووولت از کابل به لوگر، گردیز، پکتیکا و خوست و شمول شبکه و سب‌استیشن‌های مربوطه، لاین انتقال و توزیع برق از شمال به جنوب کشور و ارتقای ظرفیت برشنا مسه در عرصه تجارتی، عملیاتی، مالی و اداری و انتقال 500 کیلووولت از آقینه به انخوی و شبرغان و سب‌استیشن‌های توزیعی آن، سب‌استیشن 500 کیلووولت در دشت الوان شهر پرخمری و لاین انتقال 500 کیلووولت الی ارغنده و سب‌استیشن 500 کیلووولت در ارغنده و انتقال آن به قندهار، مطالعه عملی برای فابریکه بند برق باغدره، دیزاین بند آب شاتوت، دیزاین و ساختمان بند آب و برق مچلغو، نظارت و ساختمان بند برق و آبیاری شاه و آروس، مطالعه دیزاین و ساختمان بند برق منوکی و ده‌ها پروژه خرد و بزرگ در بخش انرژی. بودجه انکشافی وزارت فواید عامه که بالغ به 228 میلیون دلار می‌گردد،
در احیای مجدد قریزی سرک های عمده که تفصیل آن در بودجه در سند بودجه شامل گردیده است و توسط آن تطبیق قواد گردید. برای وزارت محترم تحصیلات عالی 6.67.6 میلیون دلار اختصاص داده شده که توسط آن پروژه های متعدد اعمار، تجهیز، حفظ و مراقبت نهادهای تحصیلات عالی، انکشاف نصاب تحصیلی در پانتون های کشور مورد تطبیق قرار خواهند گرفت. صدها تن از استادان به منظور ارتقای ظرفیت برای تحصیلات عالی ماستری و دکترا به خارج اعزام خواهند گردید. در حدود 60,000 محصل جدید شمول در پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و 1,000,000 متعلم در مکاتب جذب خواهند گردید. برای وزارت معارف بیشتر از 271,000,000 دلار اختصاص داده شده که توسط آن پروژه های متعدد اعمار، تجهیز، ارتقای ذات کیفیت معارف در بخش های مختلف وزارت معارف در سطح 24 ولایت کشور تطبیق خواهند گردید. برای وزارت صحت عامه 372.4 میلیون دلار اختصاص داده شده که برنامه‌های متعدد صحی که شامل اعمار شفاخانه و کلینیک‌ها، تجهیز و ارتقای سطح عرضه خدمات صحی می‌شود توسط آن تطبیق خواهند گردید. با تعداد 250 نفر ورزشکاران در 5 رویداد بین‌المللی مسابقات المپیای جهانی اشتراک خواهند نمود. برای سکتور انکشاف دهات و زراعت در کل 482.3 میلیارد دلار اختصاص داده شده است که توسط آن برنامه‌های زیاد برای توسعه و انکشاف دهات تحت برنامه‌های ملی وزارت انکشاف دهات و همچنان پروژه‌های در بخش‌های مختلف زراعتی در سطح کشور مورد تطبیق قرار خواهند گرفت. وکیل صاحبان معزز، طوری که خدمتتان ذکر گردید، بودجه وسیله رفاه، پیشرفت اقتصادی و اشتغال زایی بوده و من حیث محرک رشد و انکشاف اقتصادی بعد از پروزه انتقال اقتصادی و امنیتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نظر به اصول رشد انکشافی، مصرف بودجه با ازدیاد عواید رابطه مستقیم دارد که در این رابطه در سال 1395 بین پلان عواید و مصرف بودجه دقیقا پلان گذاری در نظر گرفته شده است. جناب رئیس به مجلس، بودجه سال 1395 بر دو زبانهای ملی پشتو و دری ترتیب شده که در او جزئیات تمام ارقام و اعداد که در 24 ولایت افغانستان یک بودجه افغانستان شمول خواهد بود بر شما تقدیم میشه و در طی یک ماه آینده ما و همکارانم خدمت شما هستیم. هر سوالی که باشه برای وضاحت بیشتر ما خدمت قرار داریم. دیگه اگر اجازه شما باشه حال هر دو بودجه را من خدمت شما تسلیم میکنم. مسوده بودجه 1395 رسما بر ریاست ولسی جرگه تحویل داده شد. محترم وزیر صاحب پارلمانی و وزیر صاحب مالیه، ډیر زیاته مننه. کورم ودان، تشکر.